جان سلام عرض کردم. آقا یه کمبوزهی توی توبره ولی فقیه هست که اسمش سلامیه، طرف خیر سرش معاون سرکرده سپاهه، مخش ماهیچه هست، هم ما یه جوری فک میزنه که هر کی نشناسدش فکر میکنه طرف گوشت کوبیه چیزیه. حالا این شما و این جدیدترین عرعر این یابو علفی. اساساً آمریکایی ها در روابط بین الملل فاقد منطق سیاسی هستند، یعنی قدرت منطق ندارند، تلاش میکنند از منطق قدرت استفاده کنند به جای قدرت منطق. ببینید اینا دو مفهوم متفاوته. ما برعکس دارای قدرت منطق هستیم، با اینکه تنها هستیم در محیط بین الملل و در مقابل آرایشی از قدرت‌های مسلط جهانی قرار گرفته ایم، و با اینکه ما هم دارای قدرت نظامی فوق‌العاده ویرانگر و مخرب و تهاجمی هستیم و واقعاً میتونیم منافع حیاتی قدرت‌های بزرگ رو در هر سطح دلخواهی به مخاطره بندازیم، ولی ما هرگز از گزینه نظامی در روند اقدامات و تقابل دیپلماتیک سخن نمیگیم. ای قدرت منطق دارید شما؟ منظورت کدوم منطقه؟ منطق زهرخوری یا شکرخوری؟ راستی اگه اند قدرت منطق و خدای تقابل دیپلماتیک هستید، پس منظور این ورق پاره باند مؤتلفه از قلمی کردن این سوز و گدازا چیه؟ امروزه در حوزه سیاست خارجی ما حوادثی در شرف وقوع است که در طول تاریخ 200 سالی کشور مسبوق به سابقه نیست. این رویدادها که به لحاظ شکلی و ماهوی در مغایرت آشکار با عزت و اقتدار ملت شریف ایران که بزرگترین انقلاب تاریخ معاصر را رقم زده است می باشد، از آن جهت بی سابقه است که در دوران موسوم به عصر انفجار اطلاعات اتفاق می افتد. اما مسئولین سیاست خارجی ما بر مکتوم ماندن و محرمانه بودن اقداماتشان اصرار دارند. خب حالا ما کدومو باور کنیم؟ قدرت منطق پاسدار سلامی در دیپلماسی رو، یا توافقنامه‌ای که زده عزت ولایت رو گچی کرده؟ نه جدی، آخه این نمیشه که. بابا یه حرف محکم پسند بزنید آخه، آبروی نداشته سید علی خمار رو اینجوری پخش و پلا نکنی. بابا سید علی داره خفه میشه، انشالله زودتر بشه. این کشوری که در تحریم همه جانبی اقتصادی است، هنوز در هیچ یک از جنبه های معیشت و زندگی مردم هیچ چیزی رو جیره بندی نکرده. همه چیز به وفور تو این کشور فراوونه. شما آمریکایی‌ها بیان یه سری تو خیابون‌های ما ببینن مردم ما چقدر شیک پوش و چقدر شاداب صف‌های خرید ما رو ببینن. بیان اصلا سر سفره‌های مردم ما برن، سفره‌های آمریکایی‌ها رو هم ببینن. نگفتم یارو کمبوز است؟ نگفتم مخش ماهیچه است؟ مصاحبه تلویزیونی رو با سیرک اشتباه گرفته. بابا تو گچ و کوج سرخوری که آخه نمیشه خالی بست. خب تو این قمپوزا رو در میکنی، بعد شیخفری میاد یه جمله میگه، کاسه کوزه اقتدار ولایت رو خرد خاکشیر میکنه. در برخی از زمینه ها وضعیت بسیار دشواری داریم. اگر تعبیر کنم که در مرز بحرانیم، شاید اغراق نباشد. تازه این شسته رفته ترین ناله شیخفریه. تا دیروز که آدرس خزانه خالی رو به طرف حسابا میداد. دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است. حالا این خیلی دیگه جای کف نیست الان. بله، داستان همونیه که نون نداره بخوره، پیاز میخوره اشتهاش باشه. نعیم ولایت از همه طرف داره باز میشه، بعد این یارو سلامی دنبال حالو بردن بسیجی هاست.
بادکنک اقتدارتون خیلی وقت ترکیده. Yeah.